اگه ورزشکاری و میخوای فقط پروتئین جذب کنی نه کالری، یا حتی اگه کبدت چربه و میخوای چربی مصرف نکنی، یا حتی اگه فشار داری و میخوای غذاهات بدون روغن پخته بشن، من این روش رو به شما پیشنهاد میکنم. توی این روش غذاها نه روی آتیش پخته میشن، نه توی فر و نه حتی سرخ میشن و حتی به بهترین نحو ممکن هم نرم و پخته میشن. ببینی؟ سلام دوستان و همراهان همیشگی، به یک ویدیو آشپزی دیگه با میس فود خوش اومدین. امروز در خدمتتونم با یک نوع غذای رژیمی که هم خیلی خوشمزه است و نه به روش بخارپز آماده میشه، نه به روش سرخ کردن و حتی به روش فر هم آماده نمیشه. این روشی که میگم رو همه میتونید انجام بدید تو خونتون و از مزه بسیار خوبش و کالری کمش بهره ببرید. خب دوستان، برای اولین مرحله من 2 تا پیاز متوسط رو خرد میکنم. خب بعد از این مرحله 3 حب سیر احتیاج دارم، اونها رو هم خرد میکنم. خب دوستان، همونطور که میبینید من اینجا یک فیله مرغ کوچیک دارم که من اون رو به 4 قسمت تقسیم کردم. شما میتونید از ران مرغ و مغز ران هم استفاده کنید و حتی از سینه مرغ. من به این روش اینا رو داخل یک ظرفی که بعداً بشه روش در گذاشت میذارم. اونها رو داخل یک ظرف دردار گذاشتم تا بعدم بتونم درش رو ببندم، یا حتی اگه ظرف شما در نداره میتونید بعدم روش تلفن بکشید. توی این مرحله من 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه میکنم. یک قاشق چای خوری هم فلفل سیاه اضافه میکنم تا بوی مرغ رو بگیره. و دوستان، چون این مرغ رژیمی هستش ما نمک اضافه نمیکنیم، ولی اگه خیلی رژیم سفت و سختی ندارید پیشنهاد میکنم یک کم اضافه کنید، چون خیلی خوشمزه ترش میکنم. 2 قاشق غذاخوری هم بهش آب لیمو اضافه میکنم. به خاطر حالت اسیدی که داره هم چربی سوزه و هم برای فشار خون و کبد چرب عالیه. و اندازه 1 قاشق مرباخوری بهش برگ آبیشن اضافه میکنم. احتیاج نداره که اونقدر خوردش کنید یا بکوبیدش، همین که بین 2 تا دست یکم روش بریزید کافیه. و بعد دوستان میرسیم به مرحله این که پیاز رو بهش اضافه کنید. سیر رو هم همینطور. و بعد باید مقداری موادی که گذاشتین روی مرغ رو با دست ماساژ بدیم تا ادویه ها و طعم پیاز به خوردش بره. خوب ماساژش بدید تا قشنگ مخلوط بشه. این غذا برای 3 نفر هست، شما میتونید مقدار
گوشتتون رو بیشتر کنید، ولی به هر حال دو تا پیاز اضافه کنید. و بعد درش رو روش قرار میدیم یا روش تلفن میکشیم به این صورت. این مرغ رو باید حدود 5 تا 6 ساعت داخل یخچال استراحت بدیم تا حسابی مزه دار بشه و مزه مواد قشنگ به خوردش بره. خب دوستان، میریم سراغ مرحله بعد. من 6 ساعت توی یخچال بهش زمان دادم و همین که دوستان در یخچال باز کردم خیلی عطر و بوی خوبی پیچید، با اینکه در داشتش. حتما درست کنین که این روش خیلی مرغ خوشمزه میکنه. خب دوستان، برای این مرحله باید یک فویل بردارید، مرغاتون رو به این شکل داخلش بذارید، کنار هم دیگه بذارید تا وقتی پختن مچاله نشن. یکم از پیازاش هم روش میریزیم، اگه دوست نداشتید میتونید نریزید، و بعد به این صورت اون رو میپیچونیم. داخل فویل به این روش کنارهاش رو هم روش برمیگردیم. و بعد آروم مچالش میکنیم تا فیکس بشه. جوری ببندید که خلاصه مطمئن باشید وقتی داخل قابلمه میذاریدش آب مرغ خارج نمیشه. به همین روش و به همین سادگی. خب دوستان، من یه مقدار سبزیجات آماده کردم که اون رو هم در کنارشون بپزم، به این صورت که اول سیب زمینی میذارم، کدو، و اینکه سبزیجاتی که من قرار میدم سیب زمینی، کدو، فلفل، هویج و دو تا هم قارچ و یک برش از فلفل دلمه ای. شما میتونید هر کدوم از اینا رو که خواستید بذارید و یا حتی هر سبزیجات دیگه ای رو هم که دلتون میخواد بذارید. بعد از اینکه سبزیجاتمون رو چیدیم مقداری روش نمک میریزیم. حالا من میخوام به این خیلی کم، چون قرار رژیمی باشه دیگه، خلاصه من به این روش آماده میکنم، ولی حالا اگه دوست داشتین میتونین با سویا سس هم بپزیدشون که خیلی خوب میشه، ولی به نظر من این روش خیلی خوشمزه تره، برای همین این روش رو پیش میگیرم. حالا ببندیدش. علت این که فویل من یکم کوتاه اومده و یکم سوراخ داشت، فویل دیگه هم ندارم، توی همین کاسه های فویلی براتون میگردونم. این از مرغ و سبزیجاتمون.
برای پختنشون هم یه قابلمه رو با مقداری نمک میذارم روی گاز با شعله ملایم و سبزیجات و مرغم رو داخلش قرار میدم به این صورت. به همین صورت که میبینید شعله گاز رو هم روی حالت ملایم قرار دادم، درش رو هم میبندیم و توی این حالت 50 دقیقه بهش زمان میدیم. خب دوستان، مرغ من آماده شد، میریم تا درش بیاریم بهتون نشون بدم چطور شده. خب دوستان بازش میکنم. دوباره سبزیجاتمو ببینیم که چطور شدن. وای چه عطری دارن، واقعا چه عطری بی نظیره. چطور بگم، بی نظیره بوش. مثل این میمونه که هم یه چیز طبیعی باشه و هم پخته. خب تا یه چیزی رو بپزین، حالا به هر روشی، عطر و طعم و رنگش تغییر میکنه، ولی همه چیز همونطور طبیعی مونده و خیلی هم خوب پخته و عالی شده. وای از بوی این مرغ که دیگه اصلا نگم براتون، پیله ها به قدری خوشبو شدن که اصلا حرف ندارم. خیلی هم نرم و عالی پختن. بی نظیره، هرچی بگم از این دستور پخت کم گفت. یعنی تا امتحان نکنید متوجه نمیشید چه دستور عالیه این غذا. ببینید بی نظیره واقعا، حرف ندارم. الان بهتون نشون میدم که چقدر خوب پخته. ببینید مرغا چقدر نرم شدن، با چنگال هم باز میشن. عالیه. ببینید همه چی خیلی خوب نرم شده. حسابی پختن. قارچه هم که دیگه نگم بهتون، اینقدر نرم و خوشمزه به نظر میرسن که آدم دلش آب میشه. حتما درست کنید، حتما. اینقدر رژیمای سخت و بدمزه نداشته باشید، یکم وقت بذارید و یه غذای خیلی خیلی خوشمزه درست کنید و نوش جان کنید. این دستور پخت باعث میشه هم کالری اضافه جذب نکنید، هم طعم واقعی سبزیجات و مرغ رو بچشید. عالی شده. ببینی
عالیه. وای طعمش حرف نداره، عاشقشم. شما هم درست کنید و کلی لذت ببرید. اگه بخوام درصد خوشمزگی این غذا رو بهتون بگم، از 10 بهش 10 میدم. بی نظیره، بی نظیر. حتما درست کنید، عالیه. یه بار درست کنید تا متوجه بشید چی میگم. خب دوستان، اگه تماشاش لذت بردید، لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. اگه دوست داشتید با من همراه باشید، ویدیوهای جالب و بیشتری از میس فود ببینید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فراموش نکنید.